بریان هوک رژیم ایران بیش از 1500 نفر را در آبان ماه به قتل رساند هزاران نفر را مجروح و 8 تا ده هزار نفر را زندانی کرد آمار تلفات کرونا در ایران پنج برابر آمار رسمی است تحریم رحمانی فضلی و سرکردگان نیروی انتظامی برای حسابرسی از رژیم در کشتار مردم ایران انجام شد وزیر کشور رژیم دستور استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه تظاهر کنندگان را صادر کرد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در گفتگو با نشریه فارین پالیسی درباره تحریم رحمانی فضلی و سرکردگان نیروی انتظامی و قضایی رژیم آخوندی گفت ما گفته ایم که در کنار مردم ایران خواهیم ایستاد و این کار را با حسابرسی از رژیم ایران برای کشتار مردم ایران انجام داده ایم در آبان سال گذشته رژیم ایران بیش از 1500 نفر را به قتل رساند هزاران نفر را مجروح کرد بین 8 تا 10000 نفر را به زندان انداخت ما 12 نفر که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشتند را روز اول خرداد تحریم کردیم که وزیر کشور یکی از آنهاست او دستور استفاده از سلاحهای مرگبار علیه تظاهرکنندگان را صادر کرد برایان هوک افزود توسط دزدان اداره می شود. رژیم ایران برای و یک سال جیب مردم را خالی کرده است. در تظاهرات آبان ماه دیدیم که مردم از رژیم به سطوح آمدند و این رژیم می داند که با بحران مشروعیت در بین مردم روبروست. وی در مورد ابعاد شیوع کرونا در ایران گفت بر اساس آنچه ما می دانیم آمار تلفات کرونا پنج برابر بیش از آن رقمی است که رژیم ایران رسما اعلام می کند. پزشکان به خاطر بیان حقیقت اخراج شده و افراد دستگیر شده یا مورد تهدید قرار گرفتند. سیاست رژیم ایران که در مراحل اولیه شیوع کرونا در حالی که مردم داشتند جان خود را از دست میدادند آن را انکار کرد به بهبود وضعیت کمک نکرد. رژیم ایران رژیمی بدنام و غیر شفاف هم با مردم ایران و هم با جهان است. فارین پالیسی افزود اظهارات برایان هوک در حالی است که در بهبوهه شیوع کووید 19 و در همین هفته یک عضو مجلس رژیم ایران گفت جنگ به خاطر بشار اسد در سوریه سی میلیارد دلار برای این رژیم هزینه داشته است. برایان هوک در مورد دخالت‌های رژیم در عراق گفت خواست رژیم ایران کنترل تمامی دولت های خاور است. سیاست ما معکوس کردن این روند و جلوگیری از نفوذ رژیم ایران در خاور است. حرکت قاسم سلیمانی فضای بهتری برای مردم عراق ایجاد کرد تا بتوانند دولتی داشته باشند که منافع آنها را نمایندگی کند نه منافع رژیم ایران را.